عین عرفان، آشنایی با مقوله عرفان و تصوف. در آشنایی با تعالیم شیخ فریدالدین عطار درباره مراحل سلوک، آنچنان که در کتاب منطق الطیر شرح داده شده، به توضیح دو وادی از هفت وادی یعنی طلب و عشق پرداختیم. حالا میرسیم به وادی معرفت. بعد از آن بنمایدت پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر. چون به تابت آفتاب معرفت، از سپهر این ره عالی صفت، هر کسی بینا شود بر قدر خیش، باز یابد در حقیقت صدر خیش. سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود. با سلام و با تشکر از شما و مخاطبان عزیز برنامه عین عرفان، وادی معرفت سومین پله از منازل سلوک در مسالک عرفان و جستجوی حقیقت نورانی که انسان سالک و جستجوگر بعد از گذار از طلب و عشق واردش میشه. حافظ میفرماید معرفت نیست در این قوم خدا را مددی، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. این بحث معرفت که خیلی در زبان فارسی رایجه، ما میگیم این شخص بی‌معرفتیه، یعنی وقتی میخواییم منش یک نفر رو مورد انتقاد قرار بدیم میگیم این انسان بی‌معرفتیه، و وقتی میخواییم قدر شناسی کنیم از یه نفر میگیم شخص با معرفتیه. اگر که به کنه این جمله بخواییم برسیم، این اصطلاح بی‌معرفت بودن و با معرفت بودن به اینجا برمیگرده، یعنی به همون اندازه که آدم سلوک میکنه در مسالک عرفانی، در زندگی روزمرهش تأثیر میذاره، یعنی نحوه تعاملش با دیگران عوض میشه. بحث معرفت بحث بسیار بزرگیه، چون نگاه به ارتباط نامرئی بین عناصر و اجزاء تشکیل دهنده جهانه. یعنی دیگه انسان در مقام معرفت وقتی پا میذاره، دیگه مبنای محاسبش این نخواهد بود که این کاری که الان من میکنم چقدر الان برای من خاصیت داره بکنم یا نکنم، یا چقدر الان برای من ضرر داره انجامش بدم یا ندم. قبلش میتونید توصیف بدین که کلاً این معرفت به چی آدم پیدا میکنه؟ یعنی همینجوری که عطار توضیح میده، سر درون ذرات بر شخص صاحب معرفت آشکار میشه، گلخن دنیا بر اون گلشن میشه. برای اینکه سر الاسرار ذرات تشکیل دهنده اجزاء هستی بر اون روشن میشه، یعنی معرفت نسبت به هستی پیدا میکنه، نه معرفت نسبت به مخلوق پیدا میکنه، در نتیجه معرفت نسبت به خالق پیدا میکنه، معرفت نسبت به اصل اینترفرانس پیدا میکنه، یعنی همون چیزی که همه ذرات رو به همدیگه وصل میکنه. آدم میفهمه که جهان متشکل از اجزاء جدا افتاده از یکدیگر نیست، همه چیز به هم ربط داره. یعنی پس معرفت به این دنیا و به این جهان و به این هستی پیدا میکنه، به ماورای طبیعی نیست منظور. در واقع یک معرفتی پیدا میکنه نسبت به ارتباطات نامرئی و ناملموس و نامحسوس که کلیه اجزاء جهان رو به همدیگه پیوند میده، نه فقط عالم مادی، همه چیز رو. یعنی ببینه که جهان مانند یه شبکه است. اگه بخوایم مثال بزنیم، دو تا پایه رو در نظر بگیریم در این سو و اون سو، و یه بندی رو بین این دوتا در نظر بگیریم که به این رخت‌های مختلف آویزونه. حالا کافیه که یکی از این رخت‌ها این طرف یه بادی بهش بخوره، نسیم تکونی بخوره، تمام این بند شروع کنه تکون خوردن، و اون رختی هم که به اون قسمت آخر وصل شده اونم شروع کنه تکون.
یعنی یه شبکه، کل عالم مانند یه شبکه در هم تنیده شده و به هم پیوسته است. هر عملی که آدم انجام میده کل این شبکه رو متأثر میکنه و اون وقت واکنش ایجاد میکنه. به همین دلیل عطار میفرماید که انسان وقتی وارد عالم معرفت میشه و پرده غفلت از برابر چشمش میفته، متوجه میشه که عالم یگانه است، یکیه، همه چیزش به هم دیگه پیوسته است. اگه بخوایم به زبون خارجی مطلب رو بیان کنیم، به جهان میگن یونیورس. ورس به معنی بیت، به معنی جمله است و یونی یعنی واحد. پس یعنی به توحید میرسه در واقع. در واقع چشمش بر توحید باز میشه، اما توحیدی که کثرت رو به هم دیگه وصل میکنه. همه اجزاء متکثری که این یونیورس بزرگ رو، این کیهان عظیم رو درست کرده، اینها با یه شبکه های ناپیدایی و همدیگه پیوند بردن. به این ترتیب اجباراً بینشی نسبت به عالم غیر مادی پیدا نمی کنه. میگه سر ذراتش بر او روشن شود، گلخن عالم بر او گلشن شود. یعنی همین عالم مادی که مانند گلخنه تبدیل به گلشن میشه. اسرار دیگه‌ای از همین عالم بر او روشن شود. این عالم سه بعدی یه دفعه میشه عالم چهار بعدی، یهو میشه عالم مولتی دیمانسیون، یعنی ابعاد دیگری که پشت این عالم سه بعدی پنهانه آشکار میشه به چشم آدم. ولی اون مرحله توحید مگه وادی پنجم نبود؟ یعنی بعد از، یعنی گفتیم معرفت و بعدش استغناست و بعد توحیده. درسته. پس الان شما دارین خب پله پله دیگه، یعنی اینا هر کدوم، هر وادی در واقع منفصل از وادی دیگه نیست. یعنی وادی طلب و وادی عشق و وادی معرفت، اینها منفصل از هم دیگه نیستن. هر کدومشون مقدمه‌ای برای اون یکی هستن. انسان نمیتونه توحید رو درک بکنه تا زمانی که معرفت پیدا نکرده. حصول معرفت در واقع مقدمه ادراک. معرفت نسبت به اسرار آفرینش. خب نسبت به حضور. وقتی اسرار رو فهمید که میشه توحید، که توحید مرحله کامل معرفته. الان برمیگردیم به اون درس پیشی، یعنی در واقع ورود در مرحله معرفت نسبت به مقام توحید یک حال محسوب میشه. یعنی این توحید رو اینجا احساس میکنه، اما هنوز استقرار توش پیدا نکرده. ولی وقتی وارد وادی توحید شد، یعنی مستقرق توحید شده دیگه، که بعداً راجع بهش توضیح میدیم. الان داریم در بحث معرفت صحبت میکنیم. به همین دلیل انسانی که وارد عالم معرفت شده، کل بشریت رو، کل جامعه انسانی رو یه خانواده واحد میدونه که با یه شبکه های ناپیدایی به همدیگه بسته شدن. به همین دلیل رفتارش در جامعه عوض میشه، رفتارش در خانواده هم عوض میشه، نگاهش به خودش و به جهان عوض میشه، به محیط زیست عوض میشه، مداراش بیشتر میشه. 100% مداراش بیشتر میشه، حالت خدمت بهش غلبه میکنه. به جای اینکه دست بگیر داشته باشه، در واقع وارد تعامل با دیگران میشه. بگیم در این مرحله است که کاملا حس میکنه اون شعر سعدی رو که میگه که بنی آدم اعضای یک پیکر. سعدی وقتی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن، یعنی کل بشریت رو یه پیکر واحد میبینه. این صاحب معرفته که اینجوری میبینه، یعنی کل بشریت رو، هم از اینکه افریقایی باشه، آسیایی باشه، به چه زبونی حرف بزنه، چه فرهنگی داشته باشه، چه اعتقاداتی داشته باشه، چه سنتایی رو پیروی کنه و اینا همشون اجزای یک کلیت رو تشکیل میدن. ولی شخص صاحب معرفت این رو میفهمه، کسی که به معرفت رسیده. بله، این سه بیت معروفی که جناب سعدی شیرازی بیان کرده، افصح المتکلمین، نشون دهنده اینه که ایشون وادی معرفت رو پشت سر گذاشته بوده و این واقعیت رو دیده بوده و بیانش کرده بوده، قدرت بیانش هم داشته.
پس این وادی معرفت ما رو میرسونه به مرحله استغنا. بله، اون مرحله بعدی، مرحله استغنا. به طور کوتاه ما اینجا متوجه میشیم که اهمیت معرفت در فرهنگ ما چیه و چرا این واژه رو ما مرتب به کار میبریم، میگیم این شخص با معرفته یا اون شخص بی معرفته. این با معرفت بودن و بی معرفت بودن در واقع درجات سلوک رو نشون میده. شیخ فرید الدین عطار در همین کتاب منطق و طیرش بیان میکنه که هر امری رو باید به طور نسبی در نظر گرفت، یعنی هر کسی که سلوک میکنه در حد استعداد خودش به معرفت میرسه و مراتب استعداد اشخاص مختلف متفاوته. به همین دلیل مراتب معرفت برای اشخاص مختلف هم متفاوته، یعنی همشون سالک هستن، همه اونایی که سلوک میکنن با قدم صدق و ثبات قدم به مرحله معرفت میرسن، اما همه به طور یکسان به این درجات معرفت دست پیدا نمی کنن، بلکه خود معرفت هم درجاتی داره در انطباق با استعداد مختلف سلاک. با تشکر از شما تا جلسه بعدی که به وادی استغنا بپردازیم. خدا نگهدار شما و مخاطبان عزیز شما باشه. تا جلسه بعدی. خدا.